پنجمین روز مرداد ماه برابر با 27 ژوئیه سال 1296 خورشیدی برابر با 1917 میلادی، زادروز هوشنگ پزشک نیا، نقاش معاصر ایرانی. هوشنگ پزشک نیا که پس از اتمام تحصیلاتش در ایران برای آموختن هنر نقاشی به آکادمی هنرهای زیبای استانبول ترکیه سفر کرده بود، زیر نظر پروفسور لئوپولد لوی نقاشی را فرا گرفت و سپس به ایران بازگشت و در شهر آبادان مشغول به کار شد. آثار هوشنگ پزشک نیا میان واقع‌گرایی و یافتن شیوه شخصی در نوسان بود و در آنها بیشتر از عنصر خط به صورت هاشورهای سیال برای دورگیری شخصیت‌ها استفاده کرده است و گاه آثارش با خطوط سفید که از دل سیاهی زمین به بیرون پریده‌اند تصاویری نگاتیو را ارائه دادند. اگرچه او از نخستین هنرمندان نوگرای ایران بود، اما به دلیل گوشه‌گزینی و تردید و تشویش و کشمکش میان مکتب‌های مختلف نقاشی نتوانست نقشی فعال در تحول هنر معاصر ایران داشته باشد. پزشک نیا 10 سال پایانی زندگیش را با سختی، تلخی و آشفتگی گذراند و سرانجام در نیمه شبی گرم بر اثر سکته قلبی در تهران درگذشت. سال 1322 خورشیدی برابر با 1921 میلادی، کشف ماده انسولین. انسولین هورمونی است که از لوزالمعده مهرهداران ترشح می شود و به خون می ریزد. این پروتئین بر مقدار قند خون نظارت داشته و مقدارش را ثابت نگه می دارد. بالا رفتن مقدار قند خون عامل محرک ترشح انسولین است. در واقع انسولین هورمونی است که ذخیره و سوخت و ساز مواد قندی بدن را تنظیم می نماید. کمبود این هورمون در بدن موجب بروز بیماری دیابت می شود. انسولین برای نخستین بار به وسیله فردریک بانتینگ، محقق کانادایی، و همکارش چارلز بست کشف گردید. آنان به همین خاطر موفق به اخذ جایزه نوبل پزشکی شدند. سال 1359 خورشیدی برابر با 1980 میلادی، درگذشت محمد رضا پهلوی، پادشاه ایران در قاهره. محمد رضا پهلوی، معروف به محمد رضا شاه پهلوی، ملقب به شاهنشاه آریامهر به معنای خورشید آریاییان و بزرگ ارتشداران، دومین شاه سلسله پهلوی و واپسین پادشاه ایران که پس از پدرش رضا شاه در 4 آبان به سلطنت ایران رسید، تحصیلات مقدماتیش را در تهران و تحصیلات متوسطش را در سوئیس به اتمام رساند و در بازگشت به ایران با درجه صدفان دوم از دانشکده افسری فارغ التحصیل شد. محمد رضا شاه در دوران سلطنتش به توسعه اقتصادی و افزایش قدرت نظامی ایران توجهی ویژه داشت و بخش زیادی از درآمد نفتی کشور را صرف توسعه اقتصادی و تجهیز ارتش نمود. او تحت عنوان انقلاب سفید و با هدف قرار گرفتن ایران در بین مدرن‌ترین کشورهای جهان تا پایان سده 20 مجموعه‌ای از اصلاحات اقتصادی اجتماعی مانند اصلاحات ارضی را آغاز نمود. سرانجام او در پی اعتراض‌های مردم که به رهبری روح الله خمینی صورت می‌گرفت، ایران را برای همیشه ترک کرد و در سن 61 سالگی و در اثر سرطان غدد لنفاوی در مصر درگذشت.